سرخط خبرها. تأکید کمیسیون حقیقتیاب بر بررسی بی‌طرفانه رویداد هراس افکنانه روز شنبه. افزایش ناامنی ها در شمال و تلاش های پاکستان برای رهایی از منزوی شدن در جهان و قتل 19 تن از ساکنان آسایشگاه معلولان در شهر توکیو ژاپن. سلام، بیننده خبرهای ساعت 6 با من صفیه عیان هستید. امروز شنبه 5 اسد سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 جولای سال 2016 میلادی. مشروع خبرها. اعضای کمیسیون حقیقتیاب بررسی‌هایشان را به گونه بی‌طرفانه انجام خواهند داد. دادستان کل کشور می‌افزاید که این کمیسیون کارش را به گونه مستقلانه به پیش خواهد برد و افزود که افرادی که مرتکب اشتباه شده باشند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند. هرچند هیچ فردی از اعضای جنبش روشنایی در این کمیسیون حضور ندارد، اما خانواده‌های قربانیان این رویداد می‌گویند که بررسی‌های این کمیسیون درد آنان را درمان نخواهد کرد. زبیولا دورندیش در این مورد گزارش دارد. اعضای کمیسیون حقیقتیاب رویداد دهمزنگند. گرد آمدند تا رویداد 3 روز پیش که فاجعه آفرید را بررسی نمایند. بررسی عادلانه و بی‌طرفانه از اهداف عمده این کمیسیون است تا بتواند زوایای تاریک این رویداد را روشن کنند. ما تعهد میکنیم در برابر مردم افغانستان و در برابر خدا که منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه تحقیقات و بررسی های همه‌جانبه را انجام خواهد دادیم. هرچند در گذشته حکومت برای بررسی پرونده ها و رویدادهای مهم کمیسیون هایی را ایجاد کردند که پیامد نداشته است، اما آقای حمیدی از چگونگی بررسی کارهای کمیسیون کنونی این گونه سخن میزند. کسایی که یا نهادهایی که در این کمیسیون حضور دارند و در عین زمان تعهد و اراده که من در اعضای از این کمیسیون میبینم خلای هر نوع اعتماد را یا به اعتمادی را پر میکنند. مصلای مزاری مکانی برای پدر و مادر کهنسال مرتضی شده است. از سحرگاه تا شام در انتظار بازگشت و یا هم شنیدن خبر مرگ فرزند 23 سالشان می باشند. پدرش می گوید افرادی که فرزندش را تحریک کردند اکنون باید پاسخ دهند. بین وقتی که نفر آمد خود پایخ می کشد. خب برای چی پایخ می کشد؟ چی علتی داره؟ مادر مرتضی ایجاد کمیسیون حقیقتیاب را درمانی برای درد فرزند ناپدید شدهش نمیداند. علاودین جمع کردم از دیمزنگ جمع کردم از دالمان جمع کردم. کی به دردم خورده؟ الان کلن اصاب خد دیست داده. با این همه در حال کمیسیون حقیقتیاب رویداد دهمزنگ به کارش آغاز میکند که در این کمیسیون هیچ یک از اعضای جنبش روشنایی حضور ندارند. پیش از این نیز اعضای این جنبش این کمیسیون را دولتی دانسته و خواستار بررسی این رویداد از سوی جامعه جهانی شده بودند. دشمنان مردم افغانستان میخواهند به نحو میان شهروندان کشور تفرقه افغانی کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با بیان این مطلب میگوید که گروه های مخالف حکومت با نگرفتن مسئولیت حمله انتحاری بر معترضان جنبش روشنایی کوشش میکنند تا کشمکش های را میان اقوام افغان راه اندازی کنند. ایمل ولیزاده با شرح بیشتر. حمله انتحاری در میان معترضان جنبش روشنایی در کابل واکنش‌های گوناگون منطقه‌ای و جهان را در پی داشت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در نشست شورای وزیران امروز در کابل گفت هراس‌افغانان به دنبال تفرقه افغانی میان شهروندان کشورند. شاید هدف بزرگتر دشمن که به او می‌خواهد برسه و او خدا نخواسته سبب ضعف کامل ملت و مردم و کشور میشه، تفرقه انداختن در بین مردم با ایجاد شک و تردید و ابهام است. آقای عبدالله بیفزد پیش از اینکه حمله انتحاری در کابل اتفاق بیفتد، گزارش‌های در این مورد به شورای امنیت رسیده بود. راپورهای متواتر در شورای امنیت ملی می‌رسید به خاطر احتمال حملات چی در کابل و چی خصوصا در یکی از ولایت دیگه افغانستان. متاسفانه حادثه صورت گرفت. رئیس اجرایی از افرادی که اعتراض روز شنبه در دهمزنگ را راه اندازی کرده بودند میخواهد با در نظر داشت اوضاعی سیاسی افغانستان به فیصله حکومت حرمت بگذارند. فرصت بتن به دولت افغانستان تا آنچه را که حق مردم است و خواست مردم است و حق مردم است و مکلفیت ماست ما بتانیم به او رسیدگی کنیم. این در حالی است که چند پیش حکومت افغانستان از بهره عملی شدن پروژه 500 کیلو ولت برق ترکمنستان
طرح را برای اعضای جنبش روشنایی فرستاده بود، اما از سوی برخی از آنان این طرح رد شده بود. شورای مردمی جنبش روشنایی حضور نیافتن بعضی از سران این جنبش را در راهپیمایی روز شنبه این شورا ناشی از پذیرفته شدن خواستهایشان از سوی حکومت، نگرانی‌های نامحدود امنیتی، اکمالاتی، تعیین مهلت برای حکومت و باز بودن راه گفتگو می‌دانند. نوید لطیفی با جزئیات بیشتر. سه روز پس از حمله بر راهپیمایان در چهارراه دهمزنگ، شورای عالی جنبش روشنایی پذیرفته شدن خواستهایشان را از سوی حکومت دلیلی برای اشتراک نکردن برخی از سران این جنبش در راهپیمایی روز شنبه میگویند. مذاکره کننده هایی که در کمیسیون البته یکی از جنبندی ها این بود که یک کمیسیون مشترک ایجاد شود که در این کمیسیون مشترک سه نفر از اعضای حکومت و سه نفر از اعضای جنبش روشنایی حضور داشته باشه و اینا بیا بررسی بکنه. شورای عالی جنبش روشنایی علت خاموشیشان در این سه روز گذشته را گسترده بودن ابعاد این رویداد می‌دانند و از حکومت می‌خواهند با خانواده‌های شهدا و زخمیان این حادثه کمک‌های لازم را انجام دهد. هم به خانواده‌های شهدا دلجویی شود و از اونها حمایت صورت بگیره و هم مجروحان حادثه را حمایت بکنه و در واقع در این عرصه آنچه که هم از عاملین فاجعه یک انتقام جدی و اساسی بگیر. حمله بر راهپیمایان جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل خواست این جنبش را که عبور لین برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان میدان وردک میباشد به جهت نامعلوم کشند، اما با آن هم جنبش روشنایی بر خواستهای پیشینشان تاکید میکنند. حکومت و جامعه جهانی باید حاملان رویداد دهمزنگ کابل را شناسایی و به کیفر برسانند. شماری از نهادهای مدنی با نکاهش حمله بر معترضان جنبش روشنایی خواهان پیگیری یافته‌های کمیسیون حقیقت‌یاب رویداد دهمزنگ از سوی نهادهای عدلی و قضایی شدند. نصرت سکندری جزئیات می‌دهد. با گذشت هر روز دادخواهی برای کشته شدگان و زخمیان رویداد دهمزنگ بیشتر می‌شود. شماری از نهادهای مدنی در نشست خبری از افزایش ناامنی‌ها ابراز نگرانی کردند و از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند امنیت جانی شهروندان را تأمین کنند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است و موظف است که برای تامین امنیت کسایی که به جاده ها میاند و حق خود مطالبه میکنند باید امنیتشان گرفته شود. عاملین این جنایت ضد انسانی باید هر چه زودتر شناسایی محکمه و طبق قانون مجازات شوند. این فعالان خواهان جلوگیری از تفرقه افغانی میان شهروندان کشور هستند. من حس کله دا دوی دا په دې پیښو باندې د خلکو منځ کې بې اتفاقي به منځ سره نه شي او موږ دا ژمنه داسې دولت باید جدي په دې ارتباط باندې او مدني حرکتونه به په همدې ترتیب د خپل ادامه لري. باورها بر این است که حراس افغانان با راه اندازی این حمله تلاش کردند تا اختلافات سمتی و زبانی را میان مردم کشور دامن بزنند. پاکستان با ایجاد پایگاه‌های حراس افغانان و ناامنی در شمال کشور می‌خواهد خود را از انزوای جهانی بیرون کند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور پیشین با اشاره به این مطلب می‌افزاید که پس از سال 2014 حکومت پاکستان با این باور بود که می‌تواند نظام سیاسی افغانستان را نابود کند و در روند گفتگوهای صلح نیز نقش بارز داشته باشد، اما این مسئله بر رویا مبدل شد. گسترش دامنه نبرد در برخی از ولایت‌های شمال کشور نگرانی‌های را به همراه داشته است. تا جایی که کشورهای همجوار نیز از این بابت ابراز نگرانی کرده بودند. با این همه یک مقام ارشد حکومت پیشین این راهکار پاکستان را دسیسه‌ای از بهر بیرون شدن آن کشور از انزوای جهانی و سقوط نظام کنونی می‌داند. پاکستان از یک پدیده کاملا علنی و آشکار پاکستانی به یک پدیده کاملا افغانستانی و افغانی تبدیل بکنیم. بگوییم که پناهگاه و رهبری همه در داخل افغانستان است. وزارت دفاع ملی نیز پاکستان را پشتیبان گروه‌های حراس‌افغان دانسته و تاکید می‌ورزد که اسلام آباد می‌خواست جغرافیای جنگ را در منطقه تغییر دهد، اما موفق به این کار نشد. در ولایت کندوز دشمن می‌خواستند که در ولسوالی قلعه زال و دشت ارچی مشکلاتی را ایجاد کنند. خوشکست خوردند، اونجا نابود شدند، بسیار زیادشان کشته شدند. در ولایت بدخشان، در ولسوالی خاش بدخشان و ولسوالی راغستان هم دشمن می‌خواستند تحرکات ایجاد کنند، نابود شدند. وزارت داخله در کنار این حکومت پاکستان را عامی حراس‌افغانان می‌داند تاکید می‌ورزد حراس‌افغانان در افغانستان جای پای ندارند. در افغانستان امکان ندارد که به او شکلی که در خاک پاکستان فرصت ها برای فعالیت های تروریستی مساعد شده در افغانستان امکانش وجود ندارد. مردم افغانستان در کل بر علیه
تروریست ها هستند. نمایندگان مجلس با نگرانی از وضعیت موجود در شمال، موجودیت پاکستان در منطقه را پروژه برای کشورهای دیگر می دانند. بیگانه هایی که در افغانستان می خواهد امنیت افغانستان خراب بسازه، از طریق پاکستان افغانستان بر هم امنیتش بر هم می زنند. ما امروز هر قدر تلفاتی که داریم، دشمن اصلی ما پاکستان هستند. با وجود این که عراسبگانان در شمال کشور تهدید جدی در برابر آرامش مردم پنداشته می شوند، اما حضور افراد مسلح غیر مسئول از نگرانی های دیگر مردم شمال است. پاکستان برای آمریکا حیثیت پاسبان منطقه را دارد و فشارها بر این کشور به اندازه نیست که واشنگتن این مهره منطقه‌ایش را از دست بدهد. برخی از آگاهان سیاسی با اشاره به این موضوع می‌افزایند که حکومت افغانستان نباید توقع داشته باشد که آمریکا به خاطر افغانستان به اسلام آباد که پیمانکار واشنگتن در منطقه است صدمه وارد کند. شکیب مولوی زاده گزارش می‌دهد. پاکستان از دیر زمانی متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان و پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افغان بوده است، هرچند در این اواخر حکومت افغانستان از کشورهای جهان خواسته است تا با وضع تحریم بر پاکستان مانع پشتیبانی اسلام آباد از گروه‌های هراس‌افغان شوند، اما برخلاف توقع کابل، وزیر خارجه چین از تلاش‌های آن کشور در امر مبارزه با هراس‌افغانی ستایش کرده است. صلح میان حکومت افغانستان و طالبان افغان حیثیت یک عنصر مهم برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان را دارد. من از تلاش‌های بی‌پایان پاکستان در امر مبارزه با هراس‌افغانی ستایش کرده و تأکید می‌کنم که نقش اسلام آباد در راستای تأمین صلح و ثبات در منطقه به ویژه در افغانستان باید درک شود. اما چرا بخواست افغانستان مبنی بر به انزوا کشاندن پاکستان به جدیت نگریسته نمی‌شود؟ پاکستان برای آمریکا ژندارم منطقه است. هرگز شما توقع نکنید که به خاطر گل روی افغانستان امریکا پاکستان را ضربه میزنه. بازی های سیاست، فشارها بالای پاکستان تا حدی است که پاکستان از دامن امریکا به دامن دیگری نقلت. در همین حال هرچند پیش از این سناتوران امریکایی بر به حاشیه راندن پاکستان تاکید کردند، اما برخی از مقام های ارشد حکومت پیشین میگویند پاکستان تنها به شعار نه، بل در عمل نیز باید به انزوا کشانده شود. باید پاکستان مورد تحریم اقتصادی و نظامی، تحریم نظامی قرار بگیرد، تحریم دیپلماسی قرار بگیرد، متجاوز نباید پاداش ببیند. در حالی که رئیس جمهور غنی دو روز پیش در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز پاکستان این کشور را خطرناکتر از طالب و داعش دانسته بود، با آن هم نواز شریف نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشور گفته است اسلام آباد در مبارزه با هراس‌افغانی که دشمن مشترک دو کشور است با کابل همکاری میکند. در دو ماه پسین 230 جنگجوی داعش مشمول 14 فرمانده آنان از اثر حمله های هوایی و زمینی کشته شدند. گزارش ها نشان می دهد که این عملیات ها در ولسوالی های اچین، کود، نازیان، دهبالا، خوگیانی و حصارک انجام شده است. از سوی هم داعشیان اکنون از ولسوالی کود به گونه مکمل به عقب رانده شدند. جزئیات بیشتر در گزارش شیرشاه نوابی. نقاب خاک را بر رخ کشیدند. جرمشان دفاع از مردم و شرف منطقه ایشان بود. جوانانی که جزء از نیروهای خیزش مردمی در کود بودند از سوی داعشیان سر بریده شدند. گروه داعش در اینجا یک حاکمیت تمامی داشتند. حتی شهرداری هایشان افعال کرده بودند، از مردمش رو زکات جمع کردند. پس از سپری کردن 365 روز وحشت و تهدید مرگ، آزادی را به تجربه گرفتند. از وحشت داعش میگویند و نگران آینده ثبات در منطقه ایشان هستند. زوان سړی تنه شو وسیدی بالکل په یو رقم باندې یو نام نه یو نام باندې بس پزابې دو د هغه خلکو مونږ سره زیاته کو کنه او دا چرال اوس مونږ بالکل خوشاله وو او اوس مونږ دا غوړو چې یره دلته لکه کسان پاتې شي کنه چې اینده لپاره به رانه شي کنه. یک ماموریت پر مخاطره دیگر سرای بازار ولسوالی کوت که مرکز مهم داعشان گفته میشد در اختیار نیروهای دولتی است. بعضی مدارک در پیوند به اکمالاتشان، استخدام و سربازگیریشان و حتی آش و زکاتشان از همین محل به دست آمده. مردم همچنان به این گپا فریب میتن، از طفلای سنین خرد بیشتر استفاده میکنن و گمراه میسازیشان. داعشان کودکان را برای حمله های هراس‌افغانانه آموزش میدادن و برای اکمال بهتر ولسوالی های مرزی با پاکستان لانه های مستحکم ایجاد کرده بودن. فرمانده غلام حضرت نخستین نظامی بود که عملیات پسگیری کود را با یارانش را اندازی کرده است. لن از وجود از اونها پاکسازی بکنم و حالا طوری که میبینیم در آخر دره قرار داریم، تماما دره کود تصفیه شده، دشمن چیز کشته و چیز فرار کرده و احتمال داره که اینا از رای مرز باز هم داخل خاک پاکستان شوند.
حمله های هوایی ولسوالی کوت را به جهنم برای داعشان مبدل کرد. آمارها نشان می دهد که 230 داعشی در دو ماه گذشته به کام مرگ فرستاده شدند. 230 داعشی مشمول 14 فرماندهشان کشته. ملا طوفان معاون نظامی داعش، ملا ساجد اروگزی، عمر خطاب، ابو طاهر، ملا انس، تریوال، ابو امان، رحمان نور، زرقافی، غازی، آویه، عبدالله، عبدال و کامران فرماندهان کشته شده داعش از پاکستان بودند. 70 جنگجوی خارجی مشمول پاکستانی، تاجیکی، چچینی و ازبک از اثر حمله های هوایی کشته شدند. بر بنیاد گزارش ها در یک سال پسین بیش از 530 داعشی از اثر عملیات هوایی نیروهای زمینی نابود گردیدند. بعد از وقفه کوتاه بیننده خبرهای جهان باشید. باز هم خوش آمدید. یک مرد مسلح با چاقو بامداد امروز 19 تن از ساکنان یک آسایشگاه معلولان جسمی و ذهنی را در شهر توکیو پایتخت ژاپن به قتل رساند. به گفته مقام‌های پلیس توکیو عامل این حمله یکی از کارکنان سابق این آسایشگاه است که در این حمله 45 تن دیگر را نیز مجروح کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها این مرد 26 ساله ساعت پس از این رویداد با مراجعه به اداره پلیس منطقه کاناگاوا در نزدیکی توکیو خود را عامل این قتل‌ها معرفی کرده است. دو مرد مسلح با چاقو که چند نفر را در یک کلیسا در نزدیکی منطقه روان در شمال فرانسه به گروگان گرفته بودند در حمله پلیس کشته شدند. این دو گروگانگیر 5 تن به شمول یک کشش و دو خواهر روحانی را در این کلیسا واقع در 125 کیلومتری شمال غربی پاریس گروگان گرفته بودند. بر اساس گزارش ها گروگانگیری ها گلوی کشش 84 ساله یک کلیسا را بریده و او را کشتند. نخستین شب از کنوانسیون ملی حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا با سخنرانی میشل اوباما بانوی نخست این کشور از نامزدی هیلاری کلینتون سپری شد. میشل اوباما در بخشی از سخنرانی خود که از آن به عنوان مهمترین سخنرانی دیشب یاد می شود گفت که من رئیس جمهور می خواهم که به کودکانمان یاد بدهد که همه در این کشور مهم هستند. او در سخنان خود به گونه غیر مستقیم بارها از دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرده است. خبرهای اقتصادی را بعد از وقفه کوتاه دنبال کنید. از بهار امسال تا اکنون وضعیت سرمایه گذاری در کشور در حال بهبود است. بررسی تازه‌ای که در مورد وضعیت کار و بار از سوی اتاق تجارت و صنایع انجام شده نشان می‌دهد که صنعتکاران علاقه‌مند هستند که در افغانستان سرمایه گذاری‌هایشان را توسعه دهند. اتاق تجارت و صنایع امروز یافته های دومین بررسی انجام شده از وضعیت کار و بار کشور را با رسانه ها شریک ساخت. بررسی تازه این نهاد نشان می دهد که صنعتکاران و بازرگانان نسبت به 3 سال گذشته بیشتر علاقمند شده اند که در میزان سرمایه گذاری هایشان در کشور افزایش دهند. این بررسی ها با حضور سرمایه گذاران در هرات، کندهار، ننگرهار، کابل و بلخ انجام شده است. پیش از این وضعیت سرمایه گذاری در هرات، کندهار و ننگرهار با فرار سرمایه ها روبرو بود، اما اکنون با خوشبینی های سرمایه گذاری و استخدام افراد بیشتر به همراه است. تمام سکتورها اظهار امیدواری کردند که در 6 ماه آینده نسبت به 3 ماه گذشته احتمالاً افراد بیشتری در قسمت استخدام افراد بیشتری را استخدام کنند. از سوی هم برخی دیگر از اعضای اتاق تجارت و صنایع که بر روند بررسی وضعیت کاروبار نظارت دارند میگویند وضعیت سرمایه گذاری اکنون شکننده است، به دلیل اینکه پول به گونه ملموس و فیزیکی سرمایه گذاری نشده است و فقط سرمایه گذاران گفتن علاقمند سرمایه گذاری اند. وضع عمومی را سروی منفی نشان می ده و این وضعیت قابل تحمل نیست و اگه دوام کده خدا نخواسته با آشوب اجتماعی می انجامد، چون میگه به تنگ شدی، به جنگ شدی، مردم وقتی نان خوردن نداشته باشن، حداقل معیشت نداشته باشن، یا فرار میکنن یا یک رای پیدا میکنن برای اینکه معیشت خود تامین کنن. افزون بر این صنعتکاران مقرره های پیچیده مالیاتی و رشوه‌گیری از سوی کارمندان وزارت مالیه را از دیگر موانع جدی بر سر راه سرمایه گذاری در کشور میدانند. در همین حال مسئولان وزارت مالیه میگویند در حال بررسی و فراهم کردن تسهیلات در این بخش هستند و با فساد پیشه ها مبارزه جدی خواهند کرد.
و نمایشگاه فراورده های کشاورزی و مالداری حوزه غرب کشور امروز در شهر هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه محصولات کشاورزان و مالداران پیشگام ولایت های هرات، بادغیس و فرا در بیشتر از 70 غرفه به نمایش گذاشته شده است. پس از چند سال برای نخستین بار نمایشگاه فراورده های کشاورزی و مالداری چند ولایت حوزه غرب کشور به گونه مشترک در هرات برگزار می شود. این نمایشگاه از سوی اداره زراعت هرات و دیگر نهادها برای مدت 2 روز راه اندازی شده و هدف آن تقویت محصولات کشاورزی می باشد. در این نمایشگاه 70 غرفه فراورده های کشاورزی و مالداری به نمایش گذاشته شده است. تولیداتی هست که فصل حالی است. مثلا از سبزیجات داریم ما، میوه‌جات داریم، حبوبات داریم، غله‌جات داریم، عسل داریم، بعضی شرطادی لبنیات ما محصولات لبنی خود که تولید کرده هست. غرفه‌داران و کشاورزان از حاصل برداری و رشد فراورده های کشاورزی در سال جاری در این ولایت ها خرسندند. اما نبود سردخانه ها، بازار مناسب، افزایش واردات محصولات مشابه و ناامنی را از عمده ترین چالش ها می دانند. چیزی که ما رنج میبریم همان از امنیت رنج میبریم. ما نمیتونیم که خود رشد بدیم. تا آنده که ما داریم به این بخش تولیدات اصل خو کمبود بازار بیاد وارد شدن اصلهای تقلبی وارد بازاره. گفتنیست این نخستین بار است که نمایشگاهی به گونه مشترک میان ولایت‌های همجوار برگزار گردیده و فراورده‌های سایر ولایت‌های حوزه غرب کشور نیز به باشندگان هرات به نمایش گذاشته می‌شود. و حالا نرخ اسعار در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. رویدادهای مهم از جهان ورزش. ورزشکارانی که در رقابت‌های هفته بسیج برای مبارزه با مواد مخدر اشتراک کرده بودند میگویند وعده‌های کسوی این وزارت و کمیته ملی المپیک به سرپرستی محمود حنیف داده شده بود هنوز عملی نشده است. آنان میگویند که با وصف وعده نهادهای زیرب تا هنوز به آنان در کمیته ملی المپیک عضویت داده نشده است. گزارش از همکارم. یک هفته پیش وزارت مبارزه با مواد مخدر در هماهنگی با فدراسیون بایسکل‌رانی و نهاد آواز جوان رقابت و نمایش‌های بایسکل‌رانی و دوش را برگزار نمودند و با آنان وعده داده شده بود که وزارت مبارزه با مواد مخدر و کمیته ملی المپیک به سرپرستی محمود حنیف برایشان عضویت می‌دهند، اما تا هنوز این تعهداتشان عملی نشده است. گفتن که ما همکار اهم چو بیشتر کارهای دیگه لوازم ضروریاتشان میباشیم و جایشان میباشیم، بر ما تا بال کدام اقدام نکرد. مسئول این نهاد از کمیته ملی المپیک میخواهد به آنان توجه نمایند و به وعده هایشان عمل کنند. ما میخواهیم که در این قسمت زیاد از دوستان ما همکار باشند و در هر قسمتی که لوازم ضروریاتشان میباشه با ما همکار باشند و کمک کنند. در این رقابت ها پیش از 60 بانو در دو بخش دوش و بایسکل رانی با هم به رقابت پرداخته بودند. مسئولان هدف از برگزاری این رقابت ها را تشویق بانوان به ورزش دانستند. و تیم ملی کرکت معلولین افغانستان در مرحله نهایی رقابت‌های بیست‌اوره در برابر معلولین کرکت هم سفرایی کردند. این رقابت‌ها با میزبانی افغانستان در پایتخت برگزار شده بود که در دو بازی پسین خود ملی پوشان کرکت کشور یک برد و یک شکست را متحمل شدند. در سومین بازی نخست ملی پوشان کرکت معلولان کشور بازی را آغاز کردند و با از دست دادن 9 بازیکن 163 دوش را به تیم حریف هدف تعیین نمود. هند نتوانست هدف تعیین شده را پوره کند و بازی را به ملی پوشان کشور واگذار نمودند. نرخ اسعار، چگونگی وضعیت هوا. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار. شبتان خوش.